سلام عرض میکنم، باران عباسی هستم با یک بخش کوتاه خبر. رئیس جمهوری آمریکا خواهان محاکمه ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش به اتهام جنایت جنگی شده. پیشتر رئیس جمهوری اوکراین گفته بود روسیه در شهر بوچا مرتکب نسل کشی شده. ولادیمیر زلنسکی همچنین از تشکیل تیم بین المللی برای تحقیق درباره جنایات جنگی روسیه در کشورش خبر داده، هرچند که روسیه اتهام کشتن غیر نظامیان را رد می کند. همزمان کشورهای غربی گفتند که تحریم‌های بیشتری علیه روسیه در راه است. نظرسنجی جدید مؤسسه گالوب نشان می‌دهد که رنج‌های زنان افغانستان بیشتر شده و اکثر آنها به آینده بدبین هستند. طبق این نظرسنجی، حاکمیت طالبان باعث شده برای اولین بار شمار زنانی که رنج می‌برند از مردان بیشتر باشد. به گفته مؤسسه گالوب، همچنین بعد از به قدرت رسیدن طالبان، کمتر از یک سوم افغان‌ها معتقدند که شأن و احترام زنان رعایت می‌شود. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان میگوید چین دیپلمات‌های آنها را برای سفارت افغانستان در پکن پذیرفته. آقای متقی اسمی از دیپلمات‌ها نبرده و نگفته که چند نفر هستند. پیش از این روسیه به اولین دیپلمات طالبان اعتبارنامه دیپلماتیک داده بود. نزدیک به 8 ماه بعد از به قدرت رسیدن طالبان، هنوز هیچ کشوری حکومتشان را به رسمیت نشناخته و فقط چند کشور معدود دیپلمات‌های آنها را پذیرفتند. ایران میگوید برای احیای برجام تا ابد صبر نمی‌کند و اگر آمریکا می‌خواهد توافق شود باید تصمیم سیاسی خود را زودتر بگیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته آمریکا مسئول توقف مذاکرات است و آن را گروگان مسائل حزبی داخلی کرده. سعید خطیب‌زاده گفته که جمهوری اسلامی از خطوط قرمز خود رد نمی‌شود و از خواسته‌هایش هم کوتاه نمی‌آید. یک مسئول سازمان راهداری ایران میگوید روزانه 5000 افغان از مرزهای رسمی وارد این کشور میشوند. جواد هدایتی به خبرگزاری اینلا گفته این رقم قبل از روی کار آمدن طالبان در افغانستان حدود 700 تا 800 نفر در روز بود. به گفته او آنها دارای ویزا و گذرنامه هستند و محدودیتی برای رفت آمد ندارند، ولی قبل از پایان مهلت ویزا باید ایران را ترک کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد گفته دولت‌ها و شرکت‌ها در مورد تلاش‌هایشان برای کاهش تغییرات اقلیمی دروغ می‌گویند. آنتونیو گوترش آنها را متهم کرده که حرف و عملشان یکی نیست. آقای گوترش که آخرین گزارش درباره تغییرات اقلیمی را ارائه می‌کرد، گفت برای جلوگیری از گرم‌تر شدن زمین اقدامات کافی صورت نگرفته. در این گزارش آمده که تا حدود 30 سال دیگر استفاده از زغال سنگ باید 95% کاهش یابد و برق به طور کامل از منابع تجدیدپذیر تأمین شود. این بود خلاصه خبرها. برنامه بعدی ظهور خاندان پرنفوذ مرداک.